بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. وأما شبهای پنجشنبه بحث ما در تفسیر قرآن، بحثمون رسیده است به آیه شریفه 287 بقره. این آیه 279 و 280، اینا رو قبلا بحث کردیم. گفتیم این آیات راجع به حرمت رباست. چند آیه راجع به حرمت ربا در قرآن داریم، حداقل 8 آیه که 4 تاش تو سوره بقره است. هفته های پیش اینا رو خواندیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ای کسانی که ایمان آوردید، تقوا داشته باشید، ربا رو کنار بگذارید اگر ایمان دارید. فان لم تفعلوا، اگر ربا رو تو جامعه کنار نگذارید، فاذنوا بحرب من الله و رسوله، اعلام جنگ کنید با خدا و پیغمبر. قبلا گفتیم این خیلی تعبیر تندی است، تو قرآن من جایی ندیدم غیر از این که خدا بگه هر کسی که ربا بخوره جنگ با خدا و پیغمبره. خب آیه 281 تقریبا پایان بحث ربا و نتیجه گیری است. آقایان مفسرین مثل مرحوم علامه طباطبایی دیگران نوشتن این آخرین آیه است که بر پیغمبر نازل شده. کدوم آیه؟ آیه 281 بقره. حالا شما ممکنه سوال کنید اگر آخرین آیه است اینجا چه کار میکنه؟ چرا شمارش 281؟ میدونید وقتی قرآن نازل میشد، قرآن دو جور نازل میشد. بعضی از سوره های قرآن یک جا نازل شده، شاید بالای 60% 70% قرآن اینطوره، کل سوره یک جا نازل شده. مثل الرحمن، علم القرآن، همش با هم نازل شد. سوره های کوچیک همه یک جا نازل، یعنی تک تک سوره ها یک جا نازل میشه. اما سوره های بزرگ مثل بقره، آل عمران، انفال، توبه، اینا یک جا نازل نشده، خورد خورد نازل شده. پیغمبر اینا رو کنار هم به دستور خدا چینده شده یه سوره. مهندسی این سوره ها با پیغمبر بوده. مثلا این سوره بقره مثل سوره الرحمن نیست که یک جا نازل شده باشه. سوره بقره 280 خورده آیه است، 2 تا، 3 تا، 5 تا، 10 تا نازل میشد. پیغمبر میفرمود این آیه رو اونجا بذارید، این آیه رو اونجا بذارید. لذا مهندسی این سوره ها توسط پیغمبر گرامی اسلام به دستور خدا صورت گرفته. این آیه رو پیغمبر فرمود اینجا بذارید، بذارید 281 بقره. لذا این آخرین آیه‌ایه که شیعه و سنی نوشتن بر پیغمبر نازل شده. 21 روز بعد از نزول این آیه پیغمبر از دنیا رفت. میدونید که رسول خدا سالهای آخر عمرش، وقتی این آیه آخر سوره توبه نازل شد، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بعد از نزول این آیه نوشتن پیغمبر 6 ماه در قید حیات بود. پس جزء آخرین آیاتی که بر پیغمبر نازل شده، یکیش آیه آخر سوره توبه است،
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. این آیه که نازل شد 6 ماه بعدش پیغمبر زنده بود. آیه الیوم اکملت لکم دینکم که نازل شد 70 و چند روز بعدش پیغمبر زنده بود، چون این آیه هم در قدیر نازل شد دیگه. خب قدیر تا زمان مرگ پیامبر 70 و خورده ای. بعد این آیه‌ای که امشب داریم میخونیم، آیه 281 بقره که نازل شد دیگه 21 روز بعدش پیغمبر از دنیا رفت. لذا تمام مفسرین نوشتن آیه 281 بقره آخرین آیه است که بر پیغمبر خدا نازل شد. میدونید که همونطور که عرض کردم پیغمبر دستور میداد آیه ها رو کجا بذارید، از جمله فرمود اینجا این آیه رو اینجا بذارید. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا وقتی این سوره نازل شد سبح اسم ربک الاعلا، بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا، پیغمبر فرمود اینو تو رکوع بگید. لذا ما الان تو رکوع میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمده. چرا؟ چون تو قرآن داره سبح اسم ربک الاعلا، تسبیح کن خدای اعلا رو. خب ما سبح اسم ربک الاعلا رو چجوری میگیم؟ تو رکوع تو سجده میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمده، به این آیه عمل میکنیم. چون رسول خدا فرمود اجعلوها فی السجود، این کلمه این آیه سبح اسم ربک الاعلا رو تو سجده بهش عمل کنید. وقتی آیه نازل شد فسبح باسم ربک العظیم، پیغمبر فرمود اجعلوها فی الرکوع، اینو تو رکوع قرار بدید. لذا الان ما تو رکوع چی میگیم؟ میگیم سبحان ربی العظیم و به حمده. چرا میگیم سبحان ربی العظیم و به حمده؟ تو سجده میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمده. علتش اینه که رسول خدا فرمود وقتی آیه نازل شد فسبح باسم ربک الاعلا، فرمود فسبح باسم ربک العظیم، فرمود اینا تو رکوع بگید. فسبح باسم ربک العظیم میشه سبحان ربی العظیم و به حمد. وقتی آیه نازل شد سبح اسم ربک الاعلا، فرمود اینا تو سجده قرار بدید. لذا میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمد. این خواستم یه اطلاعاتی عرض کنم خدمت شما که این آیه 281 بقره بسیار آیه مهمی است، چون آخرین آیه نازل شده بر پیغمبره. دیگه بعد از این بر رسول خدا آیه نازل نشد و خود ایشون فرمود اینو اینجا قرار بدید. حالا این آیه چیه؟ این آیه 3 تا مطلب داره. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، آی کسایی که ربا میخورید، چون بعد از آیات رباست دیگه، اگه حرف خدا رو گوش نکنید، اگه ربا بخورید، اگه معصیت بکنید، بدونید قیامت گیرید. بترسید از روزی که شما بر میگردید پیش خدا. واتقوا یوما، ما یه وقتی تو فارسی به هم میگیم، میگیم کوه به کوه نمیرسه، آدم به آدم میرسه. میگه حالا برو، بالاخره یه روزی گذرت به ما میفته، گذر پوست به دباخونه میفته. خدا میفرماید واتقوا، بترسید از روزی که گذرتون به خدا میفته. حالا اینجا ربا خوردی، اینجا آدم کشتی، اینجا جنایت کردی، اینجا بمباران کردی، اینجا دروغ گفتی، اما یوما ترجعون، روزی که گذرت به خدا میفته، فی بر میگردید در اون روز الالله، به سوی خدا. لذا تو بعضی از دعاها داریم کجا فرار کنم، الا اینه افر رو، مگه میشه فرار کرد؟ اینا هن یه چوپانی تو بیابان بود مشغول چرا، گفتن یه آقا، یالا اسم اون آقا رو مختلف نقل کردن، بعضی ها گفتن حجاج بوده، بعضی ها گفتن عبدالله ابن عمر بوده، حالا کاری نداریم با گویندش. ایشون با رفقاش اومده بود بیرون تفریح، این چوپان رو دیدن، دیدن گوسفندای زیادی داره، گفتن آقای چوپان یکی از این گوسفندا رو بزن زمین کباب کن، ما اومدیم تفریح بخوریم. گفت مال من نیست که، من چوپونم، اینا صاحب داره، من اینا رو فقط میچرونم. گفتن مگه صاحبش میفهمه؟ گفت نه، صاحباش نمیدونن اینا چند تاست، به من سپردن.
گفتن خب اگه به تو سپردن که متوجه نمیشه که یکیشو بکشی. گفت بله راست میگید. بعد انگشتشو گرفت به طرف آسمان، گفت فعین الله، با خدا چه کنم؟ صاحب گوسفند نمیفهمه، این پیرزن نفهمید گرون بش دادی، این آقا نفهمید مال بیت المال خوردی، این نفهمید شما کم فروشی کردی، بله این مشتری نفهمید رفت، کلام سرش گذاشت و مکرو، اما و مکر الله میخوای چه کنی؟ و مکر و مکر الله. این گاهی از اوقات انسان توجه به این نداره که میگه نفهم یک کاری کردم نسل در نسلش هم نفهمه. خب نفهمه خدا چی؟ با خدا فعین الله، خدا پس کجاست؟ این یک نکته. این آیه میگه وَتَّقُوا يَوْمًا. یه مطلبی خدمتون عرض کنم، این کلمه یومن چند بار تو قرآن اومده، یعنی روز قیامت. اصلا قیامت تو قرآن 70 تا اسم داره، 70 تا اسم داره. حالا چرا انقدر خدا تو قیامت برای قیامت اسم گذاشته؟ یوم الحسره، یوم التقابن، یوم یفر المرء من اخی، یوم الفصل. تنوع اسم قیامت برای این که انسان بدونه حوادث قیامت زیاده. مثلا شما فرض کن یه روزی که چند تا حادثه توشه، مثلا 13 آبان میگید روز تبعید امام، روز تسخیر لانه جاسوسی، روز دانش آموز، چون چند تا اتفاق توش افتاده چند تا اسم داره. حالا روز قیامت هم چون اتفاق توش زیاده اسمای زیادی داره. از جمله اینجا میگه یومن ترجعون، روزی که بهش خدا بر میگردید. من چند تا اسما دیگرش هم براتون بگم. قرآن میفرماید اسمای قیامت، یومن لا تجزی نفسن ان نفسن شیعا. روز قیامت روزی که کسی به درد کسی نمیخوره، پدر از اولادش فرار میکنه، اولاد از پدر مادرش فرار میکنه. دو، یومن تتقلب و فیه القلوب، روزی که همه ی قلبا میلرزه. سه، یومن لا یجزی والدن ان ولده، روزی که پدر به درد اولاد نمیخوره. چهار، یوم یجعل الولدان شیبا، روزی که بچه ها پیر میشن. خیلی عجیبه ها، ولدان یعنی بچه ها پیر میشن. یومن عبوسن غمتری را، روز خیلی وحشتناک. گفتم 70 تا اسم قیامت تو قرآن فقط اومده، حالا تو روایات هم اومده، بعضی ها تا 150 تا اسمم جمع‌آوری کرده، ولی تو قرآن اومده 70 تا اسم اومده. یوم القیامه، یوم التقابن، روز ضرر، یوم الحسره، روز حسرت. اینجا در این آخرین آیه‌ای که بر پیغمبر نازل شده می‌فرماید روز قیامت روزیه که گذر همتون به خدا میفته، خوب و بد. این یک. دو، ثم توفا کل نفس ما کسبت، هر کسی هر کاری کرده نتیجهشو میگیره. شما دید اعلام نتایج کنکور که میشه، همه دانش آموزا میرن تو سایت، قدیما روزنامه بود، تو روزنامه تو سایت فوراً تلویزیون اعلام میکنه امشب نتایج اعلام شد، 1,000,000 2,000,000 آدم امتحان دادن، میرن نگاه میکنن، یکی میگه وای من پزشکی قبول شدم، یکی میگه من پرستاری قبول شدم، یکی میگه من هیچی قبول نشدم. اینا همهشون خودشون میدونن این نتیجه تستایی که زدن، نتیجه عملکردیه که داشتن. ممکنه اونایی که کم میارن گردن دیگران بذارن، بگن بابام نذاش بخونم، مثلا معلممون خوب نبود، اما اونایی که خوب میارن میگن خودمون بودیم، خودم زحمت کشیدم. ماها غالبا اینطوری 20 که میگیریم میگیم 20 گرفتیم، ولی 10 که میگیریم میگیم معلممون 10 داد. یعنی نمره بده رو نسبت به معلم میدیم، نمره خوبه رو نسبت به، اگه امتحان رانندگی قبول شیم میگیم قبول شدم، اما اگه رد شیم میگیم ردم کرد، نمیگیم رد شدم. ما غالبا بدی رو به خودمون نسبت نمیدیم، میگیم همچین رانندگی کردم قبول شدم، ولی میگیم همچین افسر منو رد کرد. حالا یکی از ویژگی‌های قیامت هم اینه، هر کسی هر کاری کرده دریافت میکنه. لها ما کسبت و علیها ما اکتسب. شما توی کوه وقتی داد میزنی هر چی بگی همون میاد، فحش بدی فحش بهت برمیگردونه، بسم الله بگی بسم الله بهت برمیگردونه، کوه صدا رو برمیگردونه دیگه. این جهان کوه هست و
فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. شما نمیشه تو کوه فوش بدی بسم الله بشنوی، شما نمیشه گندم بکاری جو برداشت کنی، امکان نداره. گندم از گندم بروید جوز جو، گفت از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز. شما نمیشه یه انبان گندم داشته باشی پر موش، از بین نره. میبرن اصلا، موش کارش اینه، میبره گندم رو میبره، از بین میبره. گفت اگر گندم انبان ما، انبان عمر ما موش توش بیفته، گندم اعمال ما از بین میره. حالا این آیه میفرماید، عرض کردم کوتاه یه آیه است اما سه تا نکته داره. اول، روز قیامت همه گذرتون به خدا میفته. دو، هر چه هر کسی انجام داده دریافت میکنه. ثم توفا کل نفس ما کسب، هیچی اضافه و کم نمیشه، هیچی. رضا اینایی که میان روز قیامت خودشون اعتراف میکنن، میگن خیلی قشنگ نوشته هر کی نوشته. با خودمونم یادمون رفته بود بعضی از این کارا، مال هازل کتاب لا یغادر و صغیرتن ولا که، ریز و درشت و نوشته دقیق. سومین نکته تو این آیه اینه، و هم لا یظلمون، هیچ کسی به ظلم نمیشه، اینو بدونید. خدا عادله. بنده اگه 50% نمازم برای خدا بوده، 50% ریا، همونطوری می نویسن، کم و زیادش نمی کنن. اگر این انفاقو برای خدا کردم، اگر این کارو برای خدا کردم، اگه برای ریا، همه رو دقیق نیتها رو می نویسن، انگیزه ها رو می نویسن. ظلم به کسی نمیشه. پرونده اعمال افراد انقدر عادلانه نوشته میشه که خودشونم خلاصه تعجب میکنن، خودشونم تعجب میکنن. این آیه 281 بقره که تمام میشه تقریبا بحث ربا و مباحث اقتصادی، تا اینجا دیگه تمام شد. آیه بعدیش 282 طولانی ترین آیه قرآنه. دو تا مطلب امشب به شما گفتم. یک، 281 آخرین آیه است که بر پیغمبر نازل شده، 21 روز بعد از این آیه پیغمبر از دنیا رفت. آیه 282 تو قرآن نظیر نداره، یعنی هیچ آیه‌ای تو قرآن به طولانی بودن این آیه نیست. این آیه 20 تا حکم توشه حداقل. تفسیر نمونه نگاه کنید، حضرت آیت الله مکارم 20 تا نکته از تو این آیه در آورده، ولی به نظر میرسه بیشتر از اینا میشه. بسیار آیه مهمی است، همتون هم شنیدید. این آیه راجع به دینه. ما یه دین داریم، یه قرض داریم. قرض با دین فرق میکنه. یه وقت بنده به شما 10,000 تومان میدم قرض، میگم 6 ماه دیگه بیار بده، این میشه قرض. اما دین نه. شما یه ماشینی از من خریدی، پولش رو به من بدهکاری، به اون میگن دین. دیگه قرض نیست که، ماشین از من خرید. من اومدم خونه شما یه کاری انجام دادم، لوله کشی کردم، کاشیکاری کردم، کاری برای شما انجام، شما به من بدهکاری، این میشه دین. فرق دین و قرض چیه؟ قرض اون پولیه که به دیگری میدی، یا شیئی که میدی، میگی 6 ماه دیگه، 7 ماه دیگه بده. اما یه وقت نه، بدهکاری شما به من به خاطر اینکه برات کار کردم، بدهکاری به شما چیز فروختم. یا نه، مثلا نسیه، بنده اومدم یه جنس رو از شما خریدم، یه برنج رو خریدم، 6 ماه دیگه پولشو بدم، این دینه. یا برعکسش، بیع سلف، بنده برنج سال آینده شما رو خریدم، پول زودتر دادم، این مقابل نسیه است. در نسیه جنس رو میگیری، پول رو بعدن میدی. در معامله سلف نه، پول رو میدی، جنس رو بعدن میگیری. بنده الان برنج شما رو سال آینده که هنوزم نکاشتی یه جا خریدم، پرتقالای سال آینده باقی شما رو خریدم. خب من پول دادم، شما به من پرتقال بدهکاری، پس شما مدیونی. در نسیه، در سلف، در همه اینا رو میگن دین. این آیه میگه اگر کسی دینی بدهکاره، بنویسه، بنویسه، شاهد بگیره
شاهدم عادل باشه، شوخی نگیرید. این دادگاه های مسائلی که پیش میاد یکی از دلایلش همینه. البته الان دیگه حالا ضامن میگیرن، چک میگیرن. البته این آیه وجوب نیست، استحبابه، محکم کاریه. ما طلبا میگیم امر ارشادیه، مولوی نیست. حدود 20 تا نکته تو این آیه است. اگر اجازه بفرمایید یه چند دقیقه که وقت داریم با هم رد میشیم میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. این اولیش. اگر به کسی پول دادید، جنسی خریدید، بدهکار به شما شد، تا یه زمان خاصی بنویسید روی کاغذی. نگو رفیقمه، دوستمه، اومد و رفت ماشین بیزد، خدای نکرد، شما مردی، اون مرد، حادثه است دیگه. یه شب توی بم 35,000 تا آدم از دنیا رفته. خب حالا اگه بنده مثلا از یه کسی اونجا 10 میلیون گرفته بودم یا بهش داده بودم، حالا بچه هاش قبول میکنن، بنویسید. تازه نوشتم کافی نیست، الان میگم، چون ممکنه نوشتم تو زلزله از بین بره، تو یاد داشته از بین بره. اولا بنویسید، این حکم اول. پول به داداشت هم میدی، به مادرت، به هر کسی میدی، یه کاغذ یادداشت کنید. دو، ممکنه بگید ما بلد نیستیم بنویسیم. حالا الان کمه خوندن نوشتن بلدن، زمان پیغمبر 17 نفر کلن تو حجاز با سواد بودن، الان 80-90% سواد دارن. ولی خب یه روستایی باشه بگه من بلد نیستم، یا شما پول میدی مثلا به یه خارجی، میگه من فارسی نمیتونم، انگلیسی بنویس، شما هم انگلیسی بلد نیستی. خب دو، ولیکتب بینکم کاتبون بالعد، یه کاتب بیارید. الان شما دادگاه که میرید، پشت در دادگاه یه سری آدم نشستن مینویسن، بلدن فرم پر کنن. ما ولو دکترا هم داشته باشیم، اون فرم بلد نیستیم پر کنیم، اون کارشه، وارده. تو دادگاه برای شما درخواست مینویسه، برای شما عرض میکنم استعلام مینویسه. یک کسی بنویسه، عادلانه بنویسه. وقت شما سواد نداری کلا سرت نذاره، کاتب خائن ننویسه. یه وقت شما به طرف گفتی 6 ماه دیگه، این مینویسه 1 سال دیگه. نه، کاتب عادل باشه. دو. سه، ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله. اینایی هم که بلدن بنویسن تکبر نکنن، بگن نه ما نمینویسیم. مثلا آخه ممکن بود بعضیا، چون عرض کردم با سواد کم بوده، بعضیا کلاس میذاشتن، ما وقت نداریم نمینویسید. نه بنویسید، این علمو که پیش شکم مادرتون نیوردید، خدا به شما یاد داده، علمکم، خدا آموزش داده، علم آدم الاسما. سومین نکته اینه که کاتبام ناز نکنن، بنویسن. فلیکتب ولیمل. خب ما اینجا دو نفریم، من به شما پول دادم، شما از من پول گرفتی، کی بگه، کی به کاتب بگه بنویس؟ اونه که ذی حقه، منی که پول دادم، منی که محصول شما رو خریدم. ولیملل الذی علیه الحق، اونی که حق به گردنشه، یعنی اونی که این وسط ذی نفعه، املا کنه، بگه متنش، اون بگه متن، اون آماده کنه. ببین چقدر ریز شده خدا، چقدر ریز شده تو این آیه. 4، ولیتق الله ربه، از خدا هم بترسید. یه وقت کم و زیاد ننویسید، یه وقت کم و زیاد ننویسید. 5، ولا یبخس منه شیئا، یه وقتی عرض میکنم ناقص نذارید، بخل نورزید، چیزی رو جابجا نکنید. 6، اگر یه وقت شما اون چیزی که مثلا این کسی که مالش رو فروختید عاقل نیست، سفیهه، یه بچه‌ایه، سفیهیه، یا عرض میکنم که لال گنگه، نمیتونه بگه چی بنویسید، یا به هر حال مشکل فکری داره، ولیش بگه. مثلا شما یه بچه‌ایه 4-5 ساله 10 ساله، یه باقی داره، الان به نفعش این باغو بفروشیم، براش آپارتمان بخریم. خب خودش که نمیتونه بگه چی بنویسید، سرش نمیشه، قیمت چنده، ولیش این کارو انجام بده. فان کان الذی علیه الحق، اگر اونی که حق با اوست، مثلا آپارتمان فروخته، زمین فروخته، سفیهن، یه وقت سفیهه، یعنی خیلی درک عقلی نداره،
او ضعیفن یا ضعیفه، ضعف فکری داره، او لا یستطیع ان یمل، نمیتونه بگه، مثلا زبانش گویا نیست، فلیملل ولیه بالعدل، باباش، پدر بزرگش، برادر بزرگترش، اون املا کنه، اون بگه چی بنویسه. حکم بعدی، نمیدونم چندم شد، هفتم هشتم، حکم بعدی علاوه بر این که مینویسید دو تا شاهد هم بگیرید، چون کاغذ ممکنه گم بشه. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، دو تا مرد شهادت بدن، امضا کنن، بگن آقا ما بودیم، دیدیم، که ما الان دیدید تو بنگاه ها وقتی ماشین میفروشن یا خونه میفروشن، علاوه بر فروشنده و خریدار دو تا شاهد هم امضا میکنن، تو عقد هم اینطوره، دو تا شاهد امضا میکنن که بعد، چون الان اتفاق افتاده، من میشناسم آدمایی که رفته خانه خریده، این خانه به 3 نفر دیگه هم فروخته شده. به این زمین، به تنده خدا، من میشناسم زمین خریده، ساخته، 2 سال توش مینشینه، الان صاحب زمین پیدا شده. یعنی اون کسی که این زمین رو فروخته دروغ گفته، کلا سر این گذاشت. این محکم کاری ها برای چیه؟ برای اینکه این حقه ها، این کلک ها، آپارتمان پیدا شده به 5 نفر با سند فروخته شده، هم سنداش جعلی. ماشین به چند نفر فروخته شده؟ نه، شاهد بگیرید. اگر قرار بود 2 مرد نباشه، 1 مرد و 2 زن. حالا خانوما بهشون بر نخوره که چطور مردا 2 تا، حال که زن شد 1 مرد و 2 زن، یعنی جای مرد 2 زن. خانمای بزرگوار بسیار بزرگوارن، عاطفی‌اند، احساسی‌اند، ممکنه یه زنی تحت تأثیر قرار بگیره یا روی گریه میکنه گول بخوره، بگه باشن امضا میکنه، زن دیگه احساسیه، میگه 2 تا بشن که یه خورده احساساتش بیاد پایین، و الا جسارت نمیکنه. از جهت این که ممکنه یک خانمی تحت تأثیر گریه اون طرف، ناله اون طرف، احساساتی بشه، میفرماید فرجل و انفعن لم یکونا رجلین، اگه 2 تا مرد گیرتون نیمد، فرجلون و امرأتان، 1 مرد و 2 زن. خب آیه ادامه داره دیگه، من چون برنامه پخش میشه، گفتن تا 6:20 بیشتر نباید طول بکشه، بقیهشو میذارم انشاءالله جلسه آینده عرض میکنم. به هر حال بحث امشب ما رو آیه 281 و 282 بقره بود. 281 پایان بحث رباس، بعد از آنی که ربا رو مطرح کرده میگه از خدا بترسید، به خدا بر میگردید، همه تون جزا داده میشید، ظلم به کسی نمیشه. این آخرین آیه ایست که بر پیامبر نازل شد. آخر آیه بعدیش هم که 282 طولانی ترین آیه قرآنه که مشتمل بر بیش از 20 حکمه، همش هم اقتصادیه، مربوطه به یه مسئله ایست که الان شما اگر به دادگاه مراجعه کنید میبینید چقدر آدم ها درگیرن، چقدر درگیرن، چک داده به طرف، اصلا چک باطل شده. یه بنده خدا اومد پیش بنده، یه چکی داشت مال یه قرض الحسن، اون قرض الحسن چک داشت، آره، بعد رفتیم بررسی کردیم، دیدیم 3 سال این قرض الحسن جمع شده اصلا، ولی این آقا دست چکش رو داره، دست چک اینجا رو داره، میداد مردم، اصلا اون قرض الحسن وجود خارجی نداره. یه خانمی چند شب قبل به من نامه نوشته، الان هست، که یک آقای از دوستان بستگان به اسم من چک ساد گرفته از بانک، چقدر چک داده، الان ایشون خانم زندان، از زندان پیغام داده من بی هیچ جرم و گناهی گول خوردم، فکر میکردم این خوب با من میخواد ازدواج کنه، دیگه کارت ملی ما بهش دادم، رفته چک گرفته به اسم من و چقدر چک صادر کرده و الان صاحب چک رو میشناسن. شما یه وقتی یه سری تو این زندان‌ها، من گاهی میرم سخنرانی، برید زندان‌های مالی رو، زندانیای مالی رو ببینید. عرض کردم یکی از این دوستان ما گفت من 2 سال تو این خونه نشسته بودم، بعد یه روز دیدم در میزنن، بفرمایید آقا این زمین مال ما بوده، اونم سند داره، اینم سند داره، یه خونه به چند نفر، یه ماشین به چند نفر، دست چک اشتباهی به اسم دیگران. الان عرض می‌کنم که اینا خب حرامه. دوست ما میگه من هفته پیش تو منزل بودم، داشتم باغچه آب میدادم، موبایلم اومد جریمه اهواز پل فلان، میگه ماشین من تو خونه بود، جریمش آمد، میگه من دیگه همونجا زنگ زدم به 110،
پلیس آمد، گفتم آقا ببین این جریمه برای من اومده، این ماشین تو خونه است. حالا چرا اینطور شده؟ اون آقایی که ماشین سواره دوی خودش رو سه کرده، یه چیزی اضافه میکنه، یه دندونه اضافه میکنه، یا یه دونه چیز سفیدی مثلا یه ذره نمره رو دستکاری کرده، دوربین اشتباه ننداخته، نمره رو انداخته. این رانندهی که دو رو سه کرده، این جریمه به اسم یکی دیگه میفته. خب اینا همه حرامه، همه اینا حرامه، حق الناس، حق الناس، شهیدم باشی ازت نمیگذرن. از این بالاتر رسول خدا فرمود اولین قطره خون شهید که رو زمین ریخته میشه همه گناهاش آمرزه میشه غیر از دین، غیر از حق الناس. تو خیبر یه شهید رو زمین افتاد، همه داشتن تبریک میگفتن، پیغمبر فرمود آتش بدنشو گرفته، گفتن چرا؟ فرمود اون لباسش قصبیه، مال بیت المال. فکر نکنید حالا دزدی از دیوار مردم بالا رفتن، شما یه ذره نمره رو دستکاری میکنی یکی دیگه جریمه میشه، قیامت باید پاسخ اینو بدی، حق الناسه. و خیلی از امور دیگه. حالا این آیه بحث داره دیگه، فرصت من گذشت، انشاءالله بمانه برای هفته آینده. در آستانه ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داریم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. روزهای پایانی عمر حضرت زهراست، چند روزی به شهادتشون بیشتر باقی نماند. یکی از جاهایی که حضرت انتخاب کرده بود برای گریه کنار قبر پیغمبر بود، زیاد می آمد کنار قبرشون، خونه نزدیک بود، می آمد کنار قبر پیغمبر می نشست، حرف می زد با پیغمبر. یکی از حرفایی که می زد این بود، می گفت بابا از اشتد شوقی زرت و قبرک باکیا، خیلی که دلم تنگ می شه می آم کنار قبرت. دخترایی که بابا از دست دادن می دونن وقتی کنار قبر بابا هم می رن آروم می شن. از اشتد شوقی زرت و قبرک باکیا، بابا وقتی دلم تنگ میشه میام کنار قبرت. انوه و اشکو ولا اراک مجاوبی، صدات میزنم اما جوابمو نمیدی. بابا من همون فاطمم که تا میگفتم یا ابتاه بلند میشدی میگفتی جانم فاطمه، حالا چی شده؟ من صدات میزنم اما صدای منو جواب نمیدی. انوه و اشکو ولا اراک مجاوبی، بابا نفسی علا زفراته محبوسه، بابا دعا کن فاطمه کنار قبرتو جان بده، کنار قبرتو جان بده. بابا مصیبتای تو به روز نازل بشه شب میشه. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالی، حرف میزد. گاهی هم خم میشد صورتشو میذاشت رو خاک قبر پیغمبر. وزع خده خدها على تراب قبره، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسمک الاعظم یا الله،